دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه سالم و سربلند باشید امروز در ادامه قولی که داده بودیم برای شروع مبحث آموزشی داده های آنچین بررسیشون کاربردهاشون این مفهوم رو میخوایم بیشتر باز کنیم امروز هم برای شروع شراغ که از پایه ترین ولی پر... یکی از پرکاربردترین ترین پارامترها خواهیم رفت و اونم بحث realized کپ هست و توضیح خواهیم داد این مفهوم رو در مقایسه با مارکت کپ توضیح میدیم محاسبتش... محاسباتشون چجوری انجام میشه و در ادامه توضیح خواهیم داد که استفاده این داده برای افراد حاضر در بازار حالا این تریدرها یا اون سرمایه گذاران بلند مدت کوتاه مدت چه استفاده از این پارامتر میتونن بکنن در انتها هم یک نمود عددی یا کوانتیتیتیو این پارامتر رو میخوایم بیشتر توضیح بدیم که اگر دوستان تحلیلی دیدن بر مبنای این پارامتر بیشتر با این آشنا باشن و ببینن چه نتیجه میتونن از این پارامتر عددی بگیرن قبل از ادامه بحث من یه اصخایی کنم بابت اینکه بیشتر من در بحث های آموزشی علاقه دارم به مفهوم مثال زدن و همونجور که دوستان اطلاع دارن خود ذات مثال زدن همیشه باعث میشه یک سری خطا وارد بحث بشه ولی خواهش میکنم مفاهیم رو به کلی در نظر بگیریم وارد جزئیات نشین که این مثال باعث بشه به خطا بیفتید در انتقال مفهوم از مثال استفاده میکنیم برای توضیح بحث ریلایز کپ و مقایسون با مارکت کپ دوستانم از مثال بازار مسکن یا خونه استفاده کنیم خب فرض کنید در یک شهر اون خونه ها در این سطح بنگ های معاملاتی در حال معامله هستند و این رو همه این سنس رو دارن که این خانه هایی که در بنگ های معاملاتی در حال معامله هستند کسر کوچکی از تعداد کل اون خانه هایی که در شهر حضور دارن رو تشکیل میدن فرض کنیم الان ما در این مثال ما 18 تا خونه داریم که سه تا از اون خونه ها در حال معامله در به صورت میانگی در بنگاه در حال معامله هستند و قیمتی که حالا به صورت حدودی رو این سه تا خونه گذاشته میشه 1200 دلاره در کنار اون حدود 15 تا خونه داریم در این محدوده که اون خونه ها قیمت های متفاوتی دارن از یک دلار گرفته تا 1200 دلاری که میتونه یکی از اون خونه های باشه که اخیرا معامله شده مارکت کپ برای که بخواد ارزش این محدود ارزش بازار این مسکن رو تخمین بزنه میاد نگاه اون قیمت Average پرایس یا اون قیمت گمان زنی شده در های معاملاتی نگاه میکنه 1200 دلار و اون 1200 دلار رو ضرب در تعداد کل خانه ها میکنه میگه که همه خانه ها باید اون ارزش حدودی 1200 دلار رو داشته باشن که حالا اینجا به عدد حدودا 216000 دلار میرسیم در مقابل اگر بخوایم به مفهوم ریال کپ و تو نگاهش به این ارزش گذاری نگاه کنیم ریال میگه که نه باید نگاه آخرین قیمتی که روی این خونه گذاشته شده نگاه کنیم مثلا اگر خونه 400 دلار دو سال پیش معامله شده اون قیمت قیمتی هست که روی این خونه گذاشته شده و مجموع این قیمت گذاری ها رو باید مبنا قرار بدیم و به مجموع اینها نگاه کنیم که مثلا در این مثال به عددی حدود 16600 دلار میرسیم در واقع این ریلایز کپ داره به شما میگه که فر یا اون ارزش واقعی که پرداخت شده بابت این اجزای این شبکه حالا در این بازار مسکن خانه ها چه قیمتی هستن و اون میشه ریلایز کپ ارزش گذاری واقعی که روی این شبکه گذاشته میشه در مقابل ریلایز کپ و مارکت کپ مفهوم مارکت پرایس یا ریلایز پرایس هم مطرح میشه دیگه ریلایز مارکت پرایس میشه هم قیمتی که ما در بازار معاملاتی رو اون خونه ها گذاشتیم ریلایز پرایس یا فر ولیو یا قیمت واقعی میشه میانگینی از قیمت هایی که روی خونه ها در هر معامله گذاشته یعنی مثلا اینکه خانه ها رو شما قیمت شده در نظر بگیرید اگر مجموعش رو محاسبه کنیم تقسیم برای تعداد بکنیم مثلا اینجا حالا به صورت مثال به عدد 366 دلار میرسیم در واقع میانگینی از قیمتی که واقعا واسه خانه ها پرداخت شده میشه همون ریلایز پرایس که مجموع این پرایس ها میشه همون ریلایز کپ پس شما میبینید این مقایسه این دوتا چقدر میتونه به شما کمک کنه که ارزش واقعی شبکه و حالا اجزاشو بررسی کنه حالا در بحث بیت کوین این های معاملاتی همون اکسچنج ها هستن حجم کوچکی از بیت کوین ها در موقع معاملاتی حالا اون اکسچنج ها در حال معامله هستند یک سنسی بخوام به شما بدم در تاریخ مثلا 17 اپریل حدوداً 13 درصد کل بیت کوین هایی در شبه که در حال معامله بودن در صرافی در واقع اون خریدارها و فروشنده ها در مقابل همدیگه قرار میگیرن حالا بحث عرضه و تقاضا باعث میشه که این دوتا عامل در مقابل همدیگه شروع به گمان زنی و یک قیمت میانگینی رو محاسبه میکنن تصمیم میگیرن بر اون ارز پس مارکت کپ میاد قیمت رو به کل شبکه تعمین میده در که ریلاکس کپ میاد نگاه میکنید که این کوین ها این بیت کوین ها آخرین قیمت معاملاتیشون چقدر آخرین قیمتشون موقعی که جابجا شدن چند بوده و مجموع اینا رو در نظر میگیره ریال کپ رو حساب میکنه حالا اون مجموع ریال کپ تقسیم برای تعداد کوین در شبکه هم به ما عدد ریالایز پرایس رو میده که دو تا مفهوم مشابه و معادل هستن حالا میتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم بریم سراغ این مارکت کپ و کپ به صورت گرافیکی اگر دقت کنید تو این شکل ما میتونیم ریالکس و مارکت کپ رو به ترتیب و رنگ نارنجی و مشکی ببینید خیلی جالبه میبینید که در بیشتر مواقع ریالکس کپ عدد کمتری از مارکت کپ رو نشون میده و این به دلیل این هست که بسیار از کوین هایی که قیمت گذاری شدن از صرافی ها بیرون هستن و در تایم های گذشته از زمان حال معامله شدن و قیمت گذاری شدن پس مجموع قیمت های کمتر در بیشتر مواقع به بین میشه که ما ریلس کپ کمتر از مارکت کپ داشته باشیم پس ما با استفاده از ریالیس کپ داریم مفهوم گمان زنی قیمت گذاری که حالا ممکن از روی هیجان یا از روی ترس باشه رو دور میکنیم در ارزش گذاری روی اون شبکه دومین مزیتی که ریلایز کپ داره نبود داشتن نویز هایی که به خاطر این گمان زنی ها در مارکت کپ به وجود میاد یعنی مارکت کپ مؤثر هست از اون تقابل ارز و تقاضایی که در صرافی اتفاق میفته و این قیمت میتونه خیلی فرار باشه به خاطر که خود مفهوم این حالا گمان زنی قیمت تحت تاثیر عوامل زیادی از خبرها اتفاقات ولی خود وقتی که کسر کوچیک از شبکه در صرافی یا قیمت کمتری گذاشته بشه این لزوما به این معنا نیست که قیمت تمام اون بیت کوین های در شبکه کم شده و اینجاست که ریل قدرت خودش رو نشون میده الان اگر نگاه کنید نویز ریل به شدت کمتره و به ارزش واقعی شبکه نزدیک تره حالا از مقایسه اینا و مطالعه رفتار ریال اسکپ ما میتونیم خروجی های زیادی بگیریم که اول شروع میکنیم به صورت کیفی و کوالیتیتیو این خروجی ها رو بررسی بکنیم